سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به استودیو ما. یه بار دیگه من هستم دی جی ممسی و دوست خوبم مهرداد دی جی ام آر ام ایکس. بله این اسم رو درست بگی تو. منم ممسی هستم، نه مامزی، نه ماماسی، نه هیچ چیز دیگه. خوشحالم که با زوای اینجا هستید. ما توی کار بودیم و داشتیم هم روی موزیکا کار میکردیم، هم روی پروژه کار میکردیم، هم یه ذره روی لایف پرفورمنس کار میکردیم. گفتیم یه گپی هم با شما بزنیم و سعی کردیم خود کیفیت کار رو بریم بالاتر و امروز خود برنامه متفاوتی هم داریم براتون. تو این دو سه هفته‌ای که گذشت ما چند تا برنامه داشتیم، اجرای مختلف داشتیم. مهرداد هم یه فستیوال رفته بود. کجا بودی؟ از فستیوال خود بگو. فستیوال وان بود توی ترکیه که تقریبا فکر می‌کنم 30 تا دیگه از جای مختلف دنیا اومده بودن. خوش گذشت. عالی. خب بعد تو چه سبکایی بود؟ چه جوری بود؟ دو تا استیج بود دیگه، یه استیج تکنو بود یه دونه پرشین الکترونیک. خب اولین بار بود فستیوال داشتم میذاشتم درسته؟ آره. خب استقبال خوب بود. راضی بودید؟ دیدم من چند تا چند تا استوری رو تو پیج بچه‌ها دیده بودم که رفتن اجرا کردن اینا، چند تا دیدم خودت دیدم گذاشتی. آره باحال بود. یه دونه یه تیکه خودت هم تو اینستاگرام خودت دیدم، یه ویدیو گذاشته بودی که یه ریمیکس از ابی داشتی پلی می‌کردی. بریم یه تیکه اون فیلم رو با هم ببینیم و ادامه‌اش رو میایم با هم صحبت می‌کنیم. خیلی باحال بود. اول البته تأثیری که داشت بیشتر روی استیج بود، تو جمعیت و من اون چیزی که تو فیلم بود معلوم نبود چه جوری بود. من تو پیج یکی دیگه از بچه‌هام دیدم که این آهنگی که من با اواخر با آقای محسن شریفیان کار کردم دلمو رو دیدم، حسین اریال هم پلی کرده بود اینا. خیلی جالب بود. حسین هم چند تا ویدیو باحال گذاشته بود، دمش گرم. بچه‌های دیگه هم دیدم، حالا من خیلی رو تو اکسپلور دیدم، بعضی از دوستا خیلی آشنایی ندارم، ولی به هر حال دیدیم. ان شاءالله که این برنامه باشه و همه خوش بگذره. مهم اینه که کسایی که اونجا رفتن اونا بهشون خوش گذشته باشه. حالا بچه‌ها که دارن کار خوششون انجام میدن، دی جی ها اون کاری که باید انجام بدن انجام میدن، ولی مهمه که اونه که رفتن تو اون برنامه شرکت کردن بهشون خوش گذشته باشن. یه تیکه هم بریم اون فیلمی که حسین گذاشته بودن با هم ببینیم. آهنگ دلمو بود، کاری جشن رنگ بود. آره کاری از من بود و آقای محسن شریفیان عزیز، دوست هنرمندم که این ترک رو با هم کار کردن. ببینیم با هم ببینیم و بیان بقیه صحبت انجام بدیم. خب اینم یه تیکه از ویدیویی بود که حسین تو پیجش گذاشته بود و از اینستاگرام حسین اریال برداشتیم و از اون فستیواله. ان شاءالله که خوش گذشته باشه. فکر می‌کنم بازم تداوم داشته باشه. استیج ها باید یه جوری باشه که تداوم داشته باشه و اینکه مردم همینجوری بیان ببینن و لذت ببرن و بهشون خوش بگذره. خیلی مهمه که تداوم داشته باشه. شاید برنامه اول برنامه‌گذار اون سودی که باید باشه نبود، نداشته باشه، شاید ضرر بکنه اصلا، شاید اصلا یه بیه، ولی اگه تداوم داشته باشه ادامه خواهد داشت و به همه خوش خواهد گذشت. توی شهر وان بود در کشور ترکیه. چه جوری رفتید شما از اینجا؟ خیلی خنده دار بود. چجوری؟ اونجا هوایی رفتیم و تا کجا؟ از تهران؟ آره از تبریز تا برسیم به لب مرز. مرز کجا بود؟ رازی. رازی اینقدر خندیدیم. چند نفر بودید؟ تقریبا 4-15 نفر بودید. با ون گرفتید؟ آره ون اومده بود دنبال ما. خیلی اصلا از هم به ساعت 8 صبح پرواز بود، توی فرودگاه عین اردو مدرسه بود. ناظم بود. ناظم کی بود؟ حسین. حسین خودش از همه بدتر بود دیگه. نمیشه دیگه آدم کل فرودگاه
چی کارا نشه سابقا انرژی دارن کجا دارن. اصلا کلن کار کردن گروهی با نوازنده ها موزیسیان ها کسایی که حرفه‌ای هستند، مثلا من اگه بخوام غیر حرفه‌ای عمل بکنم بگم آقا من با این حال نمی‌کنم با اون فلان اینا، خود من هم کسانی هستن که شاید پشت سر من حرف زده باشن و یه جاهایی یه دنده‌هایی داده باشن و بگم آقا مثلا من این آدم مثلا آبم باهاش توی جیب، ولی فکر کنم دو نفر یا اگه اونا رو به خدا هر جا ببینم روشون رو می‌بوسم. خود من هم این مشکل دارم، هر موقع برنامه داریم با بچه‌هامون با تیم خودمون می‌بینیم، من هفته پیش برنامه تو شمال داشتیم و این نوازنده ما مثلا هر کدوم بچه‌های خوبی هستن ولی وقتی به هم میرسن شیطون میشن. یه تیکه فیلمی هم ما گرفتیم، بریم اون فیلم رو ببینیم با هم، فیلمی که به بچه ها از مسیر تهران به شمال که داشتیم میرفتیم یه ون گرفتیم و بچه‌ها با هم میخوردن، همه‌شون تک به تک فوق‌العاده بچه‌های آروم و ساکتی هستن، ولی متأسفانه به هم که میافتن شر میشه و من اونجا فقط موها میکنم میگم تو رو خدا و اینا. بنده خدا راننده ون اول که ما سلام علیکم حال شما ارادتمند، 10 دقیقه بعد آقا نکن آقا آقا بریم یه تیک از فیلم و برنامه شما رو ببینیم و با هم برگردیم. از من به شما نصیحت، هیچ وقت همه بچه ها رو یه جا با هم جمع نکنید چون بدبخت میشید. من کار ندارم به جز ماساژ چیزی نمیخوام. راننده رو داره تو سرعت 140 ماساژ میده. آری کلا علی آقا آبا نکن الان چپ میکنم. من میترسم اون آخر پایان خوشحالی داشته باشه آسان شهر بشه. آقا امید یه بشین اقام شما برد آقا روننده رو تایی نکنم. نه این زیر یه بند نارنجی من دیدم افتاده سینا اینا جلو نشسته بودن من رو فرادم اینجا فکر کردم این بند ساک چیزیه، این تایلیور هم دست من اون تایلیور بود داداش، گفتم اینو بکشم مثلا ساک بچه ها بیاد آقا اذیت کنم، انداختم این زور زدم دیگه نمیدونم یه دونه اینجا کشیدم دافای دافای یه همه چی خام بود این کامل علی آمپلیفایر بوده. امید بیا خودت نشون بده زد دیگه زد زد نشون بده بچه ها ببیننه داشت این مالو خودت نشون بده. خلاصه که این قسمتی از عذابی بود که من از دست این بچه‌ها می‌کشم، ولی دمشون گرم و بچه‌ها تیممون همیشه تفرق خوش می‌گذاره. من یک دو تا دونه ویدیو دیگه گذاشتم از برنامه‌ای که حالا شیراز رفتیم و برای اینا جالبه، حالا اونا رو لینکش رو الان باید طبیعتاً اینجا باید بذارم، نه لینک رو باید اینجا بذارم. آره لینک رو بذارم اینجا حتما ببینید برنامه‌ای که شما شیراز رفته بودید. خب الان داشتیم همون بوکی رفته بودیم ویدیو رو شما داشتید نگاه میکردید اینا، مرداد یه خاطره برای من تعریف کرد از اینکه داشتن میرفتن توی مسیر. خب توی ون بودن و ما هم خب اصلا با ون میریم همون برنامه اینجوریمونو، توی ماشین خوابیده بودید و بعد چی شد؟ یه جوری قابل قابل پخش شده اینا باید حسین تعریف کنه خوش وقتی بیدار شده بود خیلی باحال بود، پلیس اومد خیلی شیک بیدار کرد حسین رو اصلا خیلی خوبه اینو یعنی بد بیداش کرد خیلی بد بیداش اصلا بیدلی اونم که بیاسا به خاطر بعد لباس فرم تنش بود طرفی لباس آره ولی خیلی کثیف آ نمیشد تشخیص دادی آره یه سر حال پرواز و اینجوریه خیلی خوب. بعد اینکه من هفته گذشته یه برنامه داشتم توی شهر استانبول و داشتم میرفتم توی مسیر فرودگاه که بودم، دیدم مهران عباسی هم یه استوری گذاشته بود، بعد نشه بود که دارم میرم فرودگاه و این حرف رو من رسیدم پاسپورت کنترل رو که رد کردم دیدم آقای عباسی اونجا قهوه به دست داره اونجا باز پاش میره، گفتم مهران کجا فلان اینا تو فرودگاه هم دیگر دیدیم، بعد دیدم ببین ورداشته بود واسه برنامه گذار یه فایل PDF درست کرده بود چقدر دقیق همه چی که مثلا این باید اینجوری باشه، یعنی اصلا گفتم اینو برای من بفرست که برای خودمون حتما داشته باشیم. معمولا زمانی که شما برای برنامه میخواید برید یه جوری خواسته ها دارید، مثلا میگه آقا برای من مثلا این اینجوری باشه این اینجوری باشه هتل این شرایطی داشته باشه، حالا خیلی پیچیده این نیست ولی وقتی قبلش بگی طبیعتا برنامه گذار هم راحت تره. بریم یه تیک فیلمی که با مهران تو فرودگاه دیدمشم با هم ببینیم. پی دی اف هم بذارید داشتم میرفتم به سمت استانبول یهو یه صحنه عجیب غریبی دیدم، حرف بزنم اینم از صدا میشناسنه صرفت سلام علیکم آقا چطوری؟ آقای عباسی به موازات هم آره من دارم میرم استانبول مهران داره میره دبی. من هستم تو کار؟ بله قربان بله شد که برنامه خوبی داشته باشی انشالله تو آمدی یاد سره کنی که برمیگردی شما؟ من شنبه من فردا الان دارم میرم استانبول فردا صبح دوباره برگردم
شب تهران برنامه دارم، روزای پیچ تو پیچی هستیم دیگه. الان من بنار خیلی وقت بود ندیده بودم، تو فرودگاه مجبورم دیگه ببینیم. باز خوبه تو فرودگاه دیدیم، تو زندان ندیدیم من دیگه. مثلا زنگ زدی حرام بیر گفتم آره من استوری تو دیدم داشتم صبح صبح تو سحرخیزی 50 دقیقه پیش گفتم که آقا عباسی هست اینجا دیگه. آقا برنامه آقا قربت من برنامه عشق تکری یا حسین عرضم بزن که برای اینکه به برنامه گذارا بگی شرایط برنامه چجوریه و اصلا از ورود فرودگاه چجوری میخواید با رفتار بشه و چی، چون واقعا جدی میگم خیلی از برنامه گذارا نمیدونن، یعنی واقعا میایم اونجا نگاه میکنیم میبینی خودت پاشو بیا و از این حرفا. حالا اینجا یه رایدر درست کردم، این رایدر چجوریه؟ راهنمای فنی و تجهیزاته که چه تجهیزاتی باید باشه، چه پلیرهایی باید باشه، بعد چه نکاتی باید رعایت بشه، از فرودگاه میان دنباله چه چیزایی نیاز داری. حالا چه فرمالیته است، راهنمای رفاهیه که هتلت باید چه امکاناتی داشته باشه، چه جوریه، پنج سقفی مثلا جزء آره دقیقاً پنج سقفی داشته باشه مثلا فلان و اینا. یه سری از موارد بچه‌های ترکیه خیلی رعایت نمی‌کنن، من پرچم ترکیه گذاشتم مثلا میشه بگی چند تا شد؟ مثلا یکیشون انگام ترانسفر، یه نفر همراهت باشه که زبان شیرین ترکی بلد باشه حداقل بدونی آقا کجا تو خودت اونجا زندگی کردی مدت‌ها. من بلد نیستم آقا، هر کاری بکنم من زبان نمیتونم یاد بگیرم اون زبان خاص رو دیگه. خلاصه هنگام ورود یه عدد سیم کارت در نظر گرفته بشه، در کشوری که حداقل میرسی اینترنتی داشته باشی به حال مثلا شمایی که معتاد اینترنت هم هست نه دیگه دقا یه میخوایی زنگی بزنی یه کاری بکنی به حال یه نمازی بکنی اینا. خلاصه اینم یه رایدر هستش که بچه‌ها باید تهیه بکنن برای برنامه‌گذاری محترم بذارن که دیگه بتونن بعدن بذارید تمپلیتش رو تو کانال تلگرامتون ما هم دانلود بکنیم. چش حتما خیلی زحمت میکشه شما. خیلی جالب بود، مهران عباسی همیشه دوست خیلی خوب ماست. داشتم الان اینجا خالیه، الان فکر کنم استانبول باشه که ما داریم این ویدیو رو ضبط میکنیم، چون از برنامه دبی رفت استانبول همونجوری که تو ویدیو توضیح داد و اینکه ما الان اینجا هستیم. امروز داشتم روی مراحل آخر آره پادکست فیوژن وایو نسخه دوش کار میکردم که مهرداد سر رسید و از اونجایی که این جزء اسرار الهی است و تا زمانی که پروژه پخش نشه من جای شرش نمی کنم، یه تیکیاشو واسه مهرداد گذاشتم و خیلی نظر مثبتی داشت. انشالله که حالا موقعی هم که پخش بشه بقیه بچه‌هام ببینن و خوششون اومده باشه. پادکست فیوژن وایو یک رو من چند بار تو جمع چند تا از دیجی‌ها برای اینکه نظر بدن پلی کردم و مثلا من قرار بود 20 روز بعد پخش بشن. توی اون فاصله 20 روز از اون آهنگایی که توی این فیوژن وایو یک استفاده کردم هر کدوم این بچه‌ها 20 تا مشاب زدن. و واسه همین تصمیم گرفتم که دیگه فقط خودم و کسی که برای ویدیوش داره ایده پردازی میکنه این رو شنیدن و دیگه اینجوری دیگه نظر داده جز نظر کردم یه الهی هستم که اینو شنید. نه تو که به سر خیلی خوب آقای هستی، دمت هم گرم. خیلی خب بعد این که فیوژن وایو به یک رو یادمه برای من فرستادی هنوز پخش نشده بود، من فکر کنم فرداش قرار بود پخش. آره حالا قبلش تو فاصله 12 ساعت تو یه روز دیگه تا نمیتونی مشاب بزنی. تو فاصله 12 ساعت دوباره عوضش کرد، گفتی یه اکولایزر آره، ماشین روی مسترش اینا یه چیزایی رو من عوض کردم. یه اجرایی داشتم چند وقت پیش تو شهر لندن و اونجایی که برگشتم اومدم دوباره رفتم آلمان و توی که شهرهای هامبورگ، هانوفر و فرانکفورت سه تا برنامه داشتم تو سه روز پشت سر هم که خیلی سخت بود رفتن اومدنش به اینا. یه چند تا ویدیو کوتاه هم اونجا دارم، این ویدیوهای آلمان رو با هم ببینیم. جالب بود، هم بچه هایی که برگزار کرده بودن ارگانایزرش بچه های خیلی خوب بودن، با هم رفیق شدیم و فرانکفورت اصلا خیلی نبودن ولی فرانکفورت خیلی برنامه باحالی بود. این هم یه تیکیاشو با هم ببینیم. آره باحال بود، جای همه رفقا خالی بود تو این برنامه‌ای که داشتیم. یک خوش حال اونا که اونجا بودن. یک اینتروی درست کرده بودم اونجا. خب خیلی سخته بچه‌ها، دی جی ها معمولا یک داستانی دارن
وقتی که حالا اینم با مقدام بارها درمارش صحبت کردم، شما فکر کنم مثلا برای یک برنامه میری مثلا نوشته دیجی فلانی فلانی و فلانی، مثلا سه تا دیجی میذارن، یک نفرشون به عنوان آرتیست اصلا میگم مین آرتیست آرتیست، مثلا کسی که خود قدیمی تره حالا یه ذره شناخته تره و اینا، یا مثلا برفرض مثلا از یه شهر دیگه ای اومده، مثلا الان من توی یک شهری دارم زندگی میکنم، مردم 10 ساله دارن برنامه های منو میان، مهرداد اگر از یه شهر دیگه میاد واسه خودش شناخته شده است و خیلی ها میشناسنش و اینا، مثلا میان یه ذره اسمشو گنده تر میزنن میگن مهمان ماست و اینا، این سه نفر باید با هم همکاری کنن که یک برنامه خوب درست بشه. حالا مثلا من یادم یه بار یه برنامه‌ای ما داشتیم توی یکی از این شهرهای کشورهای اطراف، دی جی که قرار بود اول بزنه، یعنی هنوز سالن خالی بود، مهمونا نیومده بودن، هر چی آهنگ خوب بود و گذاشت. مثلا بعد الان ما کمای برنامه می‌بینیم که مثلا 20 تا ترک یکی از هیت دیگه، خب وقتی طرف همون 20 تا رو بیاد پلی بکنه دیگه نفر بعدی دیگه چورا ما بزن چی بزنه ما مشکل خب این متاسفانه در اکثر جاها رعایت نمیشه، ولی خوشبختانه بچه‌هایی که من باشون توی هم انگلیس هم آلمان برنامه داشتن، بچه خیلی خوبی بودن، اسمشون هم من بگم، توی انگلیس با دی جی نوجان بودیم، سینا سینسیناتی بود و یکی دیگه دوستامون هم که خیلی کمک کرد اون با دی جی نوید بود توی لندن، همشون کارشون خیلی درست بود، دمشون گرم و با هم تونست یک برنامه خوب رو داشته باشیم. ما یک مصاحبه هم اونجا داشتیم با یکی از بچه‌هایی که اومده بودن برای تولید محتوا اونجا، که حالا نمیدونم از کجا و کی قراره پخش بشه این مصاحبه، که اونم مصاحبه بالا خنده‌داری بود. خب من امروز دیدم مهرداد یک استوری گذاشته بود در موردی که داشت یه سری فلش آماده کرده بود برای کسایی که علاقه دارن موزیک داشته باشن. آره دیگه فلش آماده شده. حالا من یه توی قسمت توضیحات یا همون توضیحات این پایین ویدیو میتونید شما برید ببینید، من عمل لینک رو براتون میذارم که چجوری برای گرفتن این فلش رو مهرداد در تماس باشید و بتونید بگید آپدیتی هست از جدیدترین پلیلیست های روز دنیا و موزیک هایی که شما میتونید به جایی که وقت بذارید ساعت ها به دنبالش بگردید برای گرفتن این فلشه میتونید همه اینا رو داشته باشید. یه توضیحات هم داده بودید در مورد اون توضیحات هم بگو خودت فلشه سبکایی که بود و اینا. کلن تک هاوس بود، دیپ هاوس بود، افرو هاوس بود، ملودیک تکنو بود، ست میکس های فارسی بود، بهتریناش ریمیکس های فارسی بود و یه دونه هم که فولدر بود خودم درستش کردم که باید حتما این موزیکا رو گوش بدید. آنسه مهمه چیزایی باحالیه که تو هیچ ژانری نمیشه گذاشت ولی درسته. خیلی حال میده. ببین آکن این که طرف موزیک خوب گوش بده، شما وقتی که موزیک خوب گوش بدید اصلا همه چیزتون واقعا به خاطر امتحان کنید. من یک دوستی دارم آقای محمد پژوهتن، هر جا هستن انشاءالله تنشون سالم باشه، به من میگفت توی خونه وقتی داری کار میکنی و اصلا قرار نیست موسیقی گوش کنی، مثلا داری آشپزی میکنی، داری اتاقات جمع میکنی، قرار نیست موسیقی گوش بکنی، بذار موسیقی کلاسیک پخش بشه توی خونه. وقتی موسیقی کلاسیک پخش میشه شما ناخودآگاه اون موزیک با مغزت داره یه کاری میکنه که خودت متوجه نمیشی، بعدا تاثیرش رو میفهمی. توی اون هارمونی که موزیک کلاسیک داره، شما وقتی که یه کنسرت کلاسیک میرید همه چی اصلا عوض میشه. تو من پیروزه کنسرت کلاسیک رفتم، دوستمون امیررضا نوازنده ترومپت که با ما همکاری میکنه یه کنسرت ما دعوت کرد، یه تیکه از اون من میذارم اینجا، اون یه تیکه رو ببین با هم ببینیم، بعد میام بیشتر در مورد موزیک کلاسیک و تأثیرش رو ذهن شما صحبت میکنیم.
خیلی باحال بود اصلا کلا حال هوای جایی که میریم موزیک کلاسیک. بعد اینم بهتون بگم که این ارکستری که الان بچه‌ها داشتن می‌زدن بچه‌های موزیک آکادمی هستن، یعنی این همه واقعا زیر 20 سال بودن خیلی‌هاشون. من یادمه اون یکی از اون خانمایی که داشت چرلو میزد وقتی برنامه تموم شد انقدر ذوق داشت مثل ابر بهار داشت گریه میکرد. آره خیلی جالب بود و واقعا موزیک گروهی بودن که به نسبت سنشون خیلی خوب صدا میدادن. براشون آرزو موفقیت میکنم. خب یه چیزی بگم، اومدم قطع کنم یه جا این کارو کردم نمیدونستم بخندم دوباره یادم خاطره افتادم یه دونه دیگه اینه برم اصلا دیگه اکو رو باز میکنم بالا نگاه کنم کسی با لباس. آره ما اون دفعه تو ویدیوهای قبلی که الان من لینکش اینجا میذارم برای تو، من و مرداد همینجور تو خونه بیکار نشسته بودیم و ویدیو با هم درست کردیم و داستان از اینجا شد که داستان یک مهمونی که ما رفتیم گرفتنمون رو توضیح دادم و اینکه چی شد و چه جوری شد و فلان اینا. بعد ببین همون دختره ویدیو رو دید توی واتساپ، من چون استوری واتساپم گذاشته بودم و هیچی نگفت. منتظر ریاکشن طوفانیش هستم ببینم خدا کجا بخواد چیکار کنه. بگردم بگی در مورد داستان‌های اینجوری. من یه بار یادم نیست چه سالی بود، ببین میدونم فیلم اخراجی‌ها تازه اومده بود، اخراجی‌های نسخه یکش سال 82 فکر کنم، نه 87 یا 88 بود. آه. حالا نمیدونم، الان من بعدا تحقیق میکنم سالش، الان اینجا می‌نویسم براتون که فیلم اخراجی‌ها تازه اومده بود و تیک کلام بزغاله مود شده بود که آره اینجا اینجا بزغاله بلاخره جوری می‌کرد. بعد ما یه مهمونی دعوت شدیم، اصلا از زورش بگم، از زورش من اون موقع یه دونه ماشین قرمز داشتم، خیلی تابلو بود، خیلی تابلو بود، قرمزی که بهتون میگم یعنی رنگ عکسش الان میذارم اینجا، عکس ماشین رو الان میذارم اینجا ببینیدش. این ماشین به نسبت اون زمان خودش عجوبه بود خیلی، یعنی واقعا اگر الانم یه روزی من این ماشین رو تو خیابون ببینم دوباره میخرمش هر قیمتی شده، ولی نیست، بگم بردن شهرستان یه جایی هستش که من نمیدونم کجاست. تو خیابون رفتم و یه ذره مثلا داشتم واسه خودم میچرخ دیگه دور و فلان این حرفا. شب یه جمع مهمونی دعوت بودیم، ما دعوت شدیم و اومدیم رفتیم اونجا و از در رفتیم تو، یکی منو دعوت کرده بود، یه خانومی ما رو دعوت کرده بود، ما رفتیم سلام، اون وسط دختر اومد گفت بیا اینجا ببینم. گفتم جانم چی شده؟ تو امروز ظهر دم ساندویچ بهاران نبودی تو شریعتی؟ گفتم که چرا. بله اون خانومی که ما رو دعوت کرده ما حالا هیچ تریپی هم نداشتیم. اون یهو غیرتی شد، گفت این چی گفت؟ گفتم بابا چی مدلش برد میشه ویدیو بود ماشین تابلو دیگه فلان. هیچی گذشت نیم ساعت 40 دقیقه، ما هی منم دیدم هی اون یه چیزی میگفت گفتم بهترین جا و امن‌ترین جا آشپزخونه است، ببین تو آشپزخونه کسی با حرف میزنه نه چیزی، ما میسیم اونجا بالاخره تو جمع که باشی هی الان میخوام معاشرت کنم. خلاصه طبق معمول تمام مهمانی های ایرانی آخر شب یه گیتار با آهنگ اگه یه روز بری سفر یه پسره ویدیو شروع زدن. آره شروع کرد اگه یه روز بری سفر، میکنم خدا رحمت کنه ایشالله که روحشون شاد باشه آیه فرامرز اصلانی از همونجا یادشون گرامی، ولی فکر میکنم اینقدر این بچه ها این آهنگ های ایشون رو اشتباه خوندن، اگر درست میخوندید ایشون واقعا 10 سال دیگه سایهشون بالا سر ما بود، نظام میکنم البته. بعد شروع کرد زدن و این حرفا و اینا، اون خانمی که زور منو دیده بود با یه پسره اومده بود اونجا، ما همینجوری که نشسته بودیم من دستم اونجوری گذاشتم بودم تکیه دادم، پسره اینجا بود دخترم اونجا، یهو پسره بلند شد به من گفت دست تو از رو شونه دوست دختر من بردار. منم مسکت دستم مثلا من اصلا توی داستانه نبسته جواسم جای دیگه اینا. گفتم که داشت داری اشتباه میکنیم مثلا دستم اونجا نمیرسید. گفت وقتی میگم دست رو بردار یعنی بعد فلان بلند شد اینجوری. یهو دخترم بلند شد شاکی به پسر گفت به تو چه ربطی داره؟ ببین این دوتا شروع کردن با هم دعوا، مثلا پسر اومد با من دعوا کرد چون مثلا دختر اومد با من گفت من تو رو دیده بودم یه تریپی برداشت، دخترم شروع کرد با پسر دعوا داد و بیداد، صاحب مهمونی اومد دختره چرا مهمونی من رو به هم ریختی دعوا این اونو بزن. ببین یعنی در عرض 10 دقیقه مهمونی که اگه یه روز بری سفر بود تبدیل شده آهنگ اسموک آن د واتر دی پارپل د د د د میزدن همدیگه رو فلان این حرفا. آها این لباسمون رو بکش، اون لباس دختره لباسش پاره شد اصلا یه وضعی.
تو این 10 دقیقه روبی که جیغ و داد بود همسایه‌ها زنگ زده بودن به سرده. ای وای منم فقط میرفتم گفتم آقا جون مدل آروم باش، میرفتم به اون آقا اصلا من غلط کردم آقا فلان، یه جوری آرومش میکردیم. دختر تصمیم گرفت بره. بعد شما فکر کن تمام لباس ها پاره، یعنی اصلا بدنش قشنگ نمایان شده بود تفلک. با دختره که صاحب مهمونیش بود اون یه شیشه پرت کرد و فلان، یعنی من فقط کله بودشم میدوزیدم اینجوری بالا سرم من چیزی رد نشه. دختره دوید که از خونه بره بیرون. من گفتم وایسا اینجوری از خونه بیرون نرو با این شرایط. از در واحد اومد بیرون، منم پشت سرش دویدم، در کوچه رو باز کرد. ببینید قشنگ تصور کن در کوچه رو باز کرد دختره با لباسهای پاره‌ای که همه جونش معلوم بود، منم پشت سرش که اومدم در بسته شد، دوتا بنز نیرو انتظامی اینجوری پیچیدن جلوی من. حالا ماموره چی دیده باشه؟ دیده که یه دختر با لباس پاره برهنه که همه بزنش بیرونه، یه پسرم از پشت داره میکشدش که بکشدش تو. اون پسرم کی بود؟ من. یه مامور اومد پایین دستش اینجوری شد گفت بزغاله چه گوی داری میخوری؟ من نگاه کردم گفتم من هر جوری بخوام توضیح بدم به این بنده خدا که قربان داستان این بوده من یه 7-8 لگت و مشت و اینا رو خود تو حساب کنی. دختری که لباسش پاره است لخته داره خونه با جیغ زنان فرار میکنه، تو هم میخوای بکشیش تو. تا بخوام ثابت کنم من از دنیا رفتم، یه نگاه این وره کردم یه نگاه اون وره کردم، تو این گیرو داره هنوزم جاش هست. ببین اینجا یه دستم جای زخمش هنوز هست تو این گیرو داره، اش یکی از این شیشه ها دست منو برید، منم دستم اینجوری خونی گرفته بودم اینا. مامور اومد گفت بزغاله چه گویی داری میخوری؟ من یه نگاه کردم 3 قدم با هم فاصله داشت، فقط به ذهنم رسید که فرار کنم. خونه کجا بود؟ یه جا تو نیاوران، این سربالایی های بالای مژده و اینا، یه بغل یه سرپایی. من فقط دویدم. مامور ایست توفنگ تخت. یعنی ببین جوری بود که من گفتم حاضرم شهید بشم ولی وای نستم، چون میدونستم اگر منو بگیرن چی کار میکنم. آقا من 1 کوچه 2 کوچه 3 کوچه فلان اومدم، یه ساختمون نیمه کاره دیدم، رفتم پشت این یخچال چیز بود. من این سری از این کارگرای حالت اتاق سرایداری داشتن، یه یخچال بود، من اینجوری رفتم پشت یخچاله، یعنی جلوی من از این چیه مال رادیاتور یخچاله چیه اینا اینجوری بود. بعد نفس دستم خون اینجوری جلو دهنمو گرفتم. یارو اومد با چراغ قوه، مامورا اومدن کل اونجا رو گشتن. من فقط اونو بنده خدا کارگرا رو بردم بیرون و یکی بعد به کارگرا گفتن دزد اومده فلان این حرفا اینا. دیگه منم دیگه گفتم بیام بیرون، هم ماموره ترتیب منو میده هم کارگرا. گفتم خدایا من کجا چرا اصلا برای مهمونی اومدم. بگذاریم ساندویچ یه خود شلوغ پلوغ شد و این برنامه اینا رفتن. مامورا گفتن مامورا رفتن، کارگرا گفتن علیکی نصف شبی بیدارمون کردن بریم بخوابیم. رفتن اون برای اینه، من آب از آسیاب افتاد. یواش از پشت یخچاله اومدم بیام بیرون یه دونه از این پیره مرداشون که از این لباسای سفید اینجوری بود مچه منه گرفت گفت از اینو سوت میزنم گفت دزده میکنی؟ اینجا پناه میاری ما را به دیدی؟ گفتم که آقا بخواه یکی بیاد اینا رو توجیه کنه. گفتم آقا حقیقتشو بخواه نگاه کن من دوز نیستم، این نگاه کن این پول، این موقع هم کارت و اینا خیلی نبود، بعد پول نقد امراد میبود. گفتم نگاه اینقدر پول دارم، این سویچ ماشینمه، این نمیدونم موبایله، این هم فلان فلان فلان. بعد هیچ اینا ریختن دور من، صداشون گفت بیاید دزد گرفتیم. آقا داشتم گفتم کاش به دست ماموره میافتادم تو زیاد اینا. یه حلقه دور من زدن اینا، یه پیرشون اومد جلو گفتم آقا حقیقت اینجوری نه کو اینا. گفتم چی بگم؟ گفتم من خونه دوست دخترم بودم، بابای دختره اومد من از پنجره فرار کردم زنگ زد سرده. همینجوری یه سکوتی برقرار شد، اینا همه سنگ و چوب و اینا دستشون بود. یهو پیره اینجوری کرد راست میگه ولش کنید بره. دیگه چی رو چوب بابا انداختن و من اونجا اومدم و فقط رفتم دور زدم دیدم یه مینیبوس آوردن همه رو دارن سوار میکنن. وایسادم مینیبوسه که رفت، ماشینم رو سوار شدم اومدم. فرداش بچه ها زنگ زدن آقا اینجوری شده ما رو گرفتن، بدبخت شدیم بیشه اینو نگه داشتم اونو فلان. یکی از دوستای من اونجا گفتم آقا میام کارتو درست میکنم، سند برداشتیم رفتیم دوستمون رو از چیز در بیاریم.
رفتیم تو همین دادسرای اونجا سند بردم رفتم تو گفتم که آره برای این دوستمون اومدیم یهو دختره بود که لباسش پاره شد آقا قاضی این همونیه که من ازش فرار کردم عجب نامردیه قاضی گفت اه تو بودی ایستادم وای نصیب بگیرینش سه روز من تو انفرادی بودم عجب نامردی میبینه این ویدیو رو فکر نمی کنم اون الان کارتون خوابی چیزی شده فکر کنم سه روز من تو انفرادی بودم اگه میبینی و در آخر سند خودم رو برای خودم گذاشتم او بعد از چند سال ما درگیر این دادگاه بودیم و آخرش هم کاری اتفاقی نشده ولی چه حالگیری ولی ربطی به دیجی نداشت این خاطره ولی خب عجب. تا صبح براتون این داستانا دارم براتون تعریف کنم ان که این ویدیو رو میبینی من میخوام سر به تنش نباشه آره خیلی داستان عجیب الان اونایی که قرار سانسور شه بگو جالب خلاصه برنامه که داشتیم شمال با بچه‌ها رفتیم کلی تو را خندیدیم و یه ویدیو دیگه ما داریم اونجا تو همین برنامه که شمال بود بریم اینو هم ببینیم و برگردیم بیایم ببینیم تخت جمع شد رفت چی فهمیده تخت جمع شد؟ فهمیدم 15 نفر بودن ساتراپیا ساتراپیا ارتش جاویدان بودن 15 نفر که حمله میکردن دنیا رو میگرفتن آره آریو برزن و من گفت برد آریو برزن رو گرفتن گفت چون بود و هوا بچه کوچه ای جمشیر بازی اینا آقا دوا تخت جمع شد فهمیدم آره بابا من که تخت جمشید نرفتم کجا شد توضیح دادم براش چند ساده بود و خدمت شما قیمتش که 2600-700 ساله قیمت نبود بعد برعکس اون چیزی که فکر میکنن کوروش ساختتش کوروش نساخته داریوش اول اصلا اسمش تخت جمشید نیست اسمش تخت جمشید نیست تخت رستمه برو بابا یا خدا ولی میگفت کوروش الان نیست تو هتل میگفت کوروش میاد من تازه رم میخوام اصلا تخت جمشید نبردم احساس میکنم یه جای دیگه بردم بابا سمت آمل احساس آره خدا نمیدونم یه جا دیگه بردم اینا رو اینجوری که این داری توضیح میده بعد اون طرف تر گفت که اینجا 33 پول قبلا مرون جا چی نگفت اصلا خیلی جا چیزه گرمه آب نداره بردن باشن سوار عرابه کردم بردنش اصفهان رو آب گذاشتن بابا کجایی گفتم سبزواریشون لورن سبزواریه ما کجایی باید لحظه نشن تهران در خدمتی بوزی کوی هستی که کجا سماشا گذاشتن اینجا در این رستوران من هم چه ربطی باید از به املتی یا فکر اینو گذاشتن اینجا آدم وحشت میکنه املت بخوره خب بله بچه این ویدیو رو امروز که داریم ضبط میکنیم در اوایل تیر ماه سال 1403 هستیم و هنوز نسخه جدید پادکست من به اسم فیوژن وایب نسخه دوش هنوز پخش نشده این پروژش اینجاست که داریم روش کار میکنیم و از کار میکنم مقدارم یه گوش کردی چیزایشو من اصلا نمیتونم تا اینجایی که هست اصلا نمیشه الان من توضیح بگم براتون اینجا تا الان 89 تا لاین مجزا من برای این استفاده کردم و درش استفاده کردیم و الان یه ذره ریزکاریاش موند یه ذره های هتاش و یه سری افکت ها ساند افکتاش و اینا رو باید درست بکنم که دیگه حالا منتظر اینم که ای تام به پخش میدن به ما که بریم برای پخشش یه اینترو درست کردم برای برنامه که لندن داشتیم و توی اون اینترو اومدم چیکار کردم چون دیجی هایی که قبل ما میزنن خب همه سعی میکنن با آهنگای هیت و انرژی بزنن و زمانی که من برای برنامه ایرانی یعنی جایی که همه ایرانی هستن خب یه چیز جالبی من تو استرالیا یکی از آدمایی که اونجا بودن برگشتن من گفتن که ما موزیک خارجی اینو گذاشته بودیم اومد گفت ببین داداش هفته پیش دیوید گتا اینجا بود دو هفته پیش فلانی اینجا بود همه آرتیست‌ها رو گفت ما اومدیم اینجا آهنگ ایرانی گوش کنیم میدونم خیلی خفنه و اونا اینجور ده منطقی داره میزنه زمانی که برنامه به اسم پرژن نایت یا شب ایرانی هرچی میذارم دیجی باید کار کنن کسی که میاد اونجا از موسیقی ایرانی لذت ببره دیگه ولی بعضیا میرن اونجا فقط خارجی و یا مثلا هیپ هاپ و رپ و اینا که آهنگایی که اینا واسه خود لحاظ بکنن دوستان من اومدم چیکار کنم دوستان فکر کردم گفتم آقا بیام یک آهنگ قدیمی نوستالژی رو بذارم و شروع کنم باهاش کار موزیک همو شروع کردن که یه مقدار گوش شنوندن از اون دوپسوپس آهنگایی که طرف گذاشته بود خالی بشه این اینترویی که من در شهر لندن استفاده کردم شروعش یک قسمت از یک آهنگ قدیمیه بعد شمارش معکوسه و اسم خودم و شروع میشه میره بالا
آهنگ محسی اولش هیچ که فکرش رو نمیدونه که بشه با این شروع کرد فرما 9 8 7 6 5 4 3 2 Radio Jab On 1 DJ Mamsy Remix. خب اینجا دیگه میاد میرفت جلو و موزیک اینجا اوج میگیره با اون نور و داستان و بعد دوباره یک کار دیگه که کردم دوباره رسوندم به یه جایی که یک ملودی قدیمی دوباره به گوش شنونده رسوندم آماده شو باید بکنی دیگه شما اگه میدین چه آهنگیه اسمش رو اینجا کامنت کنید با دقیقه ویدیو DJ Mamsy Remix. خب و همینجور معمولا اینترو ما من یک ترکی میذارم که تا بیام دستگاه رو آماده کنم سیم رو جمع کنم دیجی قبلیه میخواد جهیزیهش رو برداره بره اون یکی فلان آقا نور رو اینجوری کن آقا 200 نفر رو استیجم برو پایین مثلا یه 3 دقیقه آماده میذارم و منم که دیگه از شما یاد گرفت میره جلو و حالا از اینجا بعدش دیگه میکس برنامه عمان رفته بودید اونم این توش خیلی خفن آره آره اونو چون هنوز بعضی جا استفاده میکنم فعلا لوش نمیدم خیلی خفن بوده آره سعی میکنم یه چیزی باشه که یه نوآوری داشته باشه بعد خدمتتون عرضم که ولی منم این کارو کردم اون کلم خیلی خوبه توی چیز نه توی اوج بردم قشنگ بول وسط برنامه هم بود یه اومدم توی وکال آیده قدیمی تو برنامه ایرانی این فرهنگ باید جا بیفته بچه ها اگر جایی بریم برای برنامه ایرانی کسی که میاد تو برنامه ایرانی میخواد موزیک ایرانی گوش کنه و الله اگر میخواست موزیک خارجی گوش کنه میتونست بره توی یه دونه کلاب دیگه کم سرویس بهتر بهش بدن هم شاید قیمتش کمتر بود هم یه سری محدودیتایی که تو برنامه ایرانی هست اونجا نداشت البته طرز فکر من اینه و امیدوارم که کسی ناراحت نشه کسی برنخواد بعد به اونا خوش فکر دیگه بعد در مورد استرالیا صحبت کردم یکی از جاهایی بود که برنامه‌ای که خیلی باحالی که من رفتم چون واقعا از ایران خیلی دوره وای ببین باورت نمیشه تا سیدنی 17 ساعت فکر میکنم نه تا بریزبن از دوحه 17 ساعت با هواپیما یعنی ببین من تا تقریبا بعد من یه اشتباهی کردم آنلاین چکینگ نکردم رفتم دم پرواز اونجا همونجا بهم صندلی داد یه چاق این ورم یه دونه آدمت مست لمیزال این ورم من این وسط چلوسیده بودم بعد میگم خدایا اصلا من هیچی تو شاشت نمیگیره تو یه ذره نمیخوای بری رو باور کن تو این 17 ساعت یه بار یارو پا شد من رفت دستشویی باز خوب بود دم دستشویی هم صف بود من یه 10 دقیقه پا شدم یه ذره راه رفتم پاها دستا فلان همین جوری هم یارو داشت آبجو میخورد گفتم خب چیکار باید این آبجوه بالاخره یه جایی فعل و انفعالاتی باید انجام بده دیگه مس نمی کنی شاشت که باز نگیره هیچی آره داشتم استرالی میگفتم یکی از برنامه خیلی باحالی که تو شهر ادلاید داشتیم تو یکی از شهره که تو استرالی بود ادلاید خیلی برنامه باحالی بود مردمی که اونجا بودن خیلی باحال با انرژی بودن و خیلی به همون خوش گذشت ما قراره که دوباره برای ماه آگست در استرالیا برنامه داشته باشیم و من سری قبل قرار بود نیوزلند هم برنامه داشته باشم تاریخش دقیق یادم نیست ولی یک شنبه ای بود که من قرار بود برم ویزای من یک شنبهش اومد ببشد یعنی به برنامه آکلند نرسیدم برای نیوزلند ولی این دفعه دیگه همه چی اوکیه دو روز پشت سر هم یه روز ادلاید هم یه روز توی نیوزلند هم و انشالله که بچه ها رو ببینم
پارتی هست به اسم رنگارنگ، بچه‌های دور در استرالیا دارن برگزار میکنن. حتی میگم این فیلم الان مال تیر ماه 1403، شاید زمانی دیگه پانش شاید زمانی که شما این ویدیو رو می‌بینی گذشته باشه. برای آگوست 2024 قراره که برنامه برگزار بشه، ان شاءالله بهتون خوش بگذره اون برنامه، دوستانی که در استرالیا هستن. حالا جاهای دیگه برنامه‌های دیگه هست که داریم باهاشون صحبت می‌کنیم. هفته آینده باید برم ماربیا واسه برنامه‌ای و حالا این لالو ببینیم چی میشه. احتمالاً یک ماه آینده کل و ان شاءالله که شما فستیوالا رو بهتر کنی و اینا. ببینیم خدا چی میخواد. عرض به خدمتتون که یه سری ست میکس از این فلشی که مهداد قراره درست کنه بذاره تو اینستاگرام و به دوستان بدن، یه سری موزیکاشو من آماده کردم که حالا به زودی قراره که بذارم اینجا خودم یه اجرایی داشته باشم توی سبک آفرو هاوس و توی سبک ملودیک تک. خیلی دوستان دیدم مثلا الان که داشت کامنت ها رو میگون انگشتش زخم شد انقدر هیت اون دکتر داشت، میگم بابا خب الان یه سری ربات هست نرم افزار هست میزنی خودش جواب میده، بنده خدا تک تک که یکی نشه ببین این نونه حلال، نونه حلال اینا رو احترام به اینا رو درست کرده و گذاشته و من خودم این لایف ست خواهم گذاشت و سعی میکنم این موزیکا رو منم بهت کمک بکنم که آپدیت داشته باشی و بریم جلو. یه آهنگ بود آهای سیاه زنگی دلمو نکن خون، یه مدتی یاته خیلی هیت شد. من اینو یه تست زدم برای خودم که توی برنامه‌ها استفاده می‌کردم. گوش کن نظرتو بگو، بچه‌هایی هم که دارن می‌بینن ویدیو رو اگه خواستید تو اینجا هر چی در مورد بگید. سعی کنم خیلی ملودی روش استفاده نکنم. خب مثلا یه ریتمی باشه که مختص خود ویدیو من، سعی کنم از یه سری ریتم استفاده کنم که شنونده از ریتم لذت ببره. الان یادم میاد آقا خفه شو بذار آهنگ گوش کن. چرا اینو پخش با همون تکنیک درست؟ آره این مثلا چون من دیدم این آهنگو خیلی ریمیکس کردم. نه بعضی ریمیکس کردم و بدم نبود ریمیکساشون، دلیلی نداره که من دوباره بخوام. مثلا برفرض مثلا من یه آهنگی اومدم چند سال پیش ریمیکس کردم، جوابشو گرفته، هنوزم داره استفاده میشه، بعد میام یکی دیگه میاد همون رو ریمیکس کنه. خدا من گفتم بذار اون کاری که چیزی که بچه‌ها درست کردن. خب ما داریم منفجر. باتری گوپرو تموم شد. یه یادی کنم از این آهنگ بچه‌ها، من یک ترکی درست کردم به اسم دیوانه با شارامین عزیز. آره یه مقدار شاید الان در حال حاضر تمپوش خود بالا باشه، ولی از لحاظ تکنیکال آهنگی بود که خودم خیلی دوستش داشتم و اون باب آشنایی من شد با دوستانی که اون آهنگی که با محمد اصفهانی رو ریمیکس کردیم به اسم The Last Song، از طریق این آهنگ من با بچه‌ها آشنا شدم. گنگشته سبکش به سبک گواد میزنم جلو. اینا از روی استوری شارامین برداشتید بوکالش. اوکی آره من این آهنگایی که اینجوری زده تکنیکی هست خودم خیلی دوست دارم.
ولی متاسفانه الان مارکت این رو نمیطلبه. جلوتر که میای قسمتی که شعر میخونه رو با هم گوش کنیم. آره این آهنگ توی این سبک شاید خیلی مخاطب در حال حاضر با توجه به سلیقه موسیقی که هست نداشته باشیم، ولی من واقعا جز به کارهایی که خودم خیلی دوستش دارم و اینجا جلو تکنیکو آره خیلی آهنگه اصلا دیگه نمیتونم ایکوبل. آره چه ما یه ویدیویی درست کردیم در مورد یه داستانی که اتفاق افتاده بود برای من، اینا اگه بشه لینکش رو میذارم اینجا اینجا دقیقاً اینجا حتما ببینید. استاد اینو چیز نمیخوای بکنی؟ نمیخوای اینو به سبک دیگه بزنی؟ چرا شاید حالا یه ذره من این هفته یه ذره خلوت‌تر میشم و دوباره شروع می‌کنم روش کار کرد. ویدیوی قبلی ما رو بچه‌ها نوشته بودن که ما فلان جا بودیم، این ور بودیم و همین الان که دارید ویدیو رو می‌بینید تو کامنت برام بنویسید کجا هستید، در چه شرایطی دارید این ویدیو رو می‌بینید که ما سعی کنیم طبق حالی که شما هستید براتون از این ویدیو درست کنیم. نه خوشتون بیاد، حال کنید دوران. ببینید کن یکی از چیزهایی که من همیشه دوست دارم اینه که اون چیز واقعی که هستم خودم رو به شما نشون بدم. یا یه موقع می‌بینم بعضی از آدما ادا در میارن و تمرین میکنن اون چیزی که نیستن خودشون رو، خیلی بده. من همیشه سعی کردم اون چیزی که خودم هستم، اون چیزی که دارم، اون چیزی که واقعی خودم رو به شما نشون بدم و الان واقعا دوست دارم تو این ویدیو با شما بگیم، بخندیم، حال کنیم و اگر علاقمند موسیقی هستید در مورد موزیک گپ بزنیم. عرض به خدمتتون که توی سفر آخری که توی استرالیا رفتم یه روز داشتم تو خیابون راه میرفتم، خیلی شهر خلوت بود، توی ادلاید هیچ، یعنی روز بعد از ظهر یک شنبه بود آره، یعنی یک شنبه، یعنی شهر مرده. تو خیابون داشتم راه می‌رفتم، هیچ صدایی از هیچ جا نمیاد. یه ویدیو جالب گرفتم اونجا و در اونجا یه نقاشی دیدم یاد یکی از آهنگای شمعی‌زاده افتادم، آهنگ شمعی‌زاده افتادم، اونو بریم ما هم ببینیم و برگردیم. یعنی حتی یه نفر یه موزیک با صدای بلند تو خونه‌اش گوش نمی‌دادم دلش خوش باشه. اینقدر سکوتم دیگه به خدا مریضی میاره آدم، صدا جغد میاد. مثلا یه دوره همی باشه، یه موزیکی باشه، هیچ. نام اثر تو چشام نگاه کن و دستتو بذار تو دستام، دستتو زیا کن و دستتو بذار تو دستام. آره اینم جالب بود، اینقدر سکوت بود اینجا، میگم بابا یه فوش خارمادری، یه چیزی اصلا مگه میشه اینقدر ساکت یه صدای موزیک از خونه کسی بیرون نمیامد؟ خیلی واقعا صدای چیزم نمیامد پیام از این سر صدا بکنی میگیرن میبرن. مثلا توی آلمان یه چیزی که داره که شما این قوطی های آب معدنی و اینا رو میتونی بندازی توی دستگاه و بهت پول پس میده، قوطی آب معدنی. مثلا اینجا شما ایران یه چیزی که هست اینه که شما در کنار هر دریاچه‌ای، هر برکه‌ای، هر منظره زیبایی، هر جا که طبیعت رو میخوای ببینی لذت ببری، قوطی خانواده یکی از مهمترین پوشش های گیاهی هستش که شما چند تا چیزه ببین، قوطی خانواده، ته سیگار، نوار چی؟ آره عوض میخوام واقعا هر جا طبیعت ما رفتیم اینا رو دیدیم. توی استرالیا توی شهر بریزبن یه جایی ما رفتیم، یک شهری بود به اسم سانشاین کوست، اونجا هم توضیح دادم تی داره آخرش به این شهر سانشاین کوست. اگه زبون دیر یه لحظه از داره همون قبل که کرمیگی ما دنیا بری. آره. توی این سانشاین کوست یه جا شما رفتیم،
و یه طبیعتی داشت. ما یه جا بالا یک آبشار رفتیم، یه جا شلوغ توریستی بود. این هم یه تیکش رو با هم ببینیم، ببینیم اونجا چه جوری بود. بعد اون وقت ما اینجا تو شمال و تو هر، یعنی واقعا اگر روزی شما به من رأی بدید و من یه کاری در این مملکت بشم، برخورد بزرگترین برخورد شدید رو از لحاظ غذایی با این کسایی میکنم که نخاله ها رو میبرن و طبیعت خالی میکنن. این ویدیو رو بریم ببینیم، من برگردیم. خب اینجا این آبیه که از تو جنگل میاد و جمع میشه و از این قسمت ریخته میشه تو آبشار. به خدا یه دونه آشغال هم رو زمین نمیبینم بچه ها. به قرآن یه دونه آشغال هم رو زمین نیست. یه دونه نوار بهداشتی من اینجا نمیبینم. یه دونه پوشک من اینجا نمیبینم. یه بسته جلد داروی نظافت من اینجا نمیبینم. لوازم پیشگیری جنسی من اینجا کاغذش رو زمین نمی‌بینم. خب اینا مگه آدم نیستن؟ نگاه الان یه حیوانی داره میاد سمتت. اون چی اونجا نشون بده؟ چیه این؟ ترکیه، همون خانواده بوغلمون. همون بوغلمون خودمونه. پسره داشت از باباش میپرسید بابا ما چرا نمیتونیم تو این آب شنا کنیم؟ بابا هم حوصله نداشت گفت بریم. یعنی آبش انقدر تمیزه که تو میتونی شنا هم بکنی، میتونی هم این کار بکنی، ولی اجازه نمیده بچه برینه تو طبیعت. ولی ما ریدن تو طبیعت از اولین اصول برای بچه آفرود، البته نه همهشون ولی 90%شون. اینجا محل زندگی سمور مطلقه است. این سمور عادت داره که جفتگیری میکنه، به محض اینکه جفتش میخواد، یعنی جفتش رو پیدا میکنه، جفتش که میخواد بهش نزدیک بشه ترکش میکنه. واسه همین نسلشون رو به انقراضه و جدیداً زیستشناسان استرالیا به زور دارن عمل لقاح و اینو انجام میدن. میگه آقا نمیخواد دلم. میگه نه شما باید الان داداش من ولم کن، الان زیر دلم درد میکنه. نه شما باید انجام بده. خیلی ناراحت و عصبی ام آقا، خیلی ناراحت و عصبی ام. چرا؟ بگو چرا. چون هیچ آشغالی من اینجا نمیبینم بابا. یه دونه پوشک بچه باید باشه اینجا دیگه بابا. مشتی باشید. یه نفر از دقیق باید اینجا ریده باشه، یکی باید اینجا ریده باشه پاتو بذاری روش که پاتو بذاری روش. اه 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 چرا هیچی نیست آقا؟ چرا اینقدر نگاه کن؟ پر موجود زنده است اینجا، انواع موجود زنده است. خیلی بی فرهنگ این استرالیایی ها. بابا بی بریم بابا، بیا بریم بابا، بیا. اصلا ما خود شد. اه 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 دیدید اصلا، یعنی به غیر از طبیعت هیچ چیز دیگه. میگم بابا واقعا حرف جالبی زدم دیگه، گفتم اونجا این نفر نباید اینجا حداقل ریده باشه. برای ما هم همون جوریه. تو چیز تو نداره. نزا بگم نه اون نیست، ما برعکس. ما رفتیم برای برنامه توی لندن با سه تا از دوستای خیلی خوبم، با رضای عزیز که یکی از استدیوهای عکاسی داره تو شهر لندن، نوید عزیز از دیجی‌های خیلی خوب لندن و سینای عزیز که اونم یکی از دیجی‌ها و پرودوسرای خوب لندنه. با هم سوار ماشین شدیم بریم یه گردشی بکنیم و اونجا یه ویدیویی هم ضبط کردیم در مورد همین، موزیک گذاشتیم پلی کردیم و اینا. هم من هم نوید هم سینا درون داشتیم، یعنی هلی شات داشتیم و اینا. خیلی باحال بود. ما از صبح زود رفتیم و دیگه تاریکی برگشتیم. دیگه ما همه‌شو ستاپ کردیم و اینا. یه چند تا صحنه‌ای پشت صحنه این هست، خیلی جای قشنگی بود. یه منطقه بود به اسم، فکر کنم همش هم اشتباه میگم، دولدر یه همچین چیزی بود. اینم از اون چیزاست که اگه زبون بگیره اسمش اینجا می‌نویسم براتون. آره یه ویدیو من اونجا درست کردم، من چند تا صحنه‌شو می‌ذارم براتون. اول پشت صحنه‌هاشو ببینید. مثلا ما رفتیم چیدیم و اینا، شروع کردن 3 2 1 حرکت، من زدم ای من خدا یه جای کار ایراد داره، هدفون ندارم. وا بریم ببینیم برگردیم رو ما. بریم
اگر میشه اگر میشه صبورو هی صبورو بی غرورو جدا نمیشه واسه زنجیر پیوستگی قانونه با که میدونیم تنها میمونیم. آره خیلی باحال بود. بعد ویدیو خیلی باحالی شد که حالا اونم انشالله توی یوتیوب به زودی آپلود میکنم ببینید. الان داره از طریق شبکه یونی میوزیک از یونی باکس دوستانی که دارن اونجا داره پخش میشه و میبینن و حالا اگه بشه توی یوتیوب هم میذاریم. یک منطقه بود توی لندن بود به اسم ریچموند هیلز که خیلی جای شیک و باحالی بود که یه پارک قشنگی داره که شما مثلا اونجا تو خیابونش که رام تو پارک رام میری آهو و گوزن اینا همینجوری بغلت رام میره. یعنی مثل ما تو خیابون گربه و موش دی تهران مثلا بغل رد میشه گوز میاد بغل رد اصلا یه جای خیلی خوشگلیه. ما یه ویدیو هم خواستیم اونجا بگیریم دم و دستگاه رو چیدیم ببین یه رعد و برقی زد یه بارونی گرفت اینم بریم یه تیک از اینم با هم ببینیم ببین اصلا انگار دریا از رو آسمون برعکس شد فقط سری ما وسیله ها رو جمع کرد اونم خیلی جای خوشگل بود. بعد ببین دستگاه رو گذاشتیم تو بریم علی ببینیم بیاین بعد بهتون توضیح میدم چی شد. آقا ما دستگاه رو جمع کردیم گذاشتیم تو کیس درش رو بستیم بلبل ها خوندن آفتاب شد و پس چو 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 قسمت نبود اونجا چیزم هم ویدیو بگیریم دیزین هم برف اومد. آره دیزین هم اصلا تو برنامه که توی دیزین داشتیم حالا اجازه اطمینان شاید دیده باشید من هی زدم یه ذره بارون گرفت یه ذره برف گرفت و اینا دم و دستگاه هم دیگه همینا بود دیگه حتی میکسرم اون 900 نکسوس بود این نبود یهو نگاه کردم روی دستگاه ها اینقدر برف نشسته و دیگه دستگاه داشت دیگه یه ذره بندری میزد دیگه آقا جون مادر فلا اینا آدم چی میشه. آره اون چند ثانیه اون ویدیو رو بریم ببینیم آخرش که من داشتم میکس میکردم که دیگه برف گرفت و مجبور شدیم کارو جمع کنیم اینم ببینیم و برگردیم. بچه ها بیایید سریع دستگاه رو جمع کنیم بدوید همه چی از بین رفت بدوید اومدیم بدو همه چی از بین رفت فقط دستگاه رو برعکس بذار دستگاه رو همه رو باید برعکس بذار برق اصلی رو قطع کن بدو برق اصلی رو قطع کن همونجا اونو بکن بیا دستگاه رو بیار ببر فقط برعکس بذار فراد فقط برعکس بذار دستگاه رو این هم به این صورت که دیدید شانس رو بودیم دستگاه ببین اینجا پایونیر خودش رو نشون میده که برای روزهای سخت طراحی شده یعنی جای سرد جای گرم نوسان برق تکون روی کشتی اصلا تو این شرجی تو این گرما نه آبی بود نه چیزی بود پایونیر همیشه جوابگو قضیه هست. یکی از جاهایی هم که برنامه‌های خیلی باحالی داره کشورهای که همیشه خوش میگذره گرجستان هست که من فکر کنم 4-5 بار رفتم ولی متاسفانه هر کدوم هدف دو روز بیشتر فرصت نداشتم اونجا باشم. حالا حتما پیشنهاد خواهد شد برای برنامه و دوستانی که دارن میبینن حتما برن حتما گرجستان ببینن
یه برنامه من تو گرجستان داشتم همین تقریبا چند ماه پیش و خیلی خوش گذشت، خیلی باحال بود. یه چند تا ویدیو جالبم داره اونجا با وحید عزیزم، با وحید زنداور با هم رفته بودیم. یه چند تا اونجا با هم رفتیم و بعد چند تا فیلمی هم گرفتیم. یه چند تا از صحنه‌های بامزه‌اش رو ببینید با هم، برگردیم بریم دیگه تمام کارو جمع کنیم. کارو جمع شد. در شهر تفلیس هستم، کشور گرجستان. دوست خوبم که پشت داره میخنده کلا سرشه، دی جی وحید عزیز هست، وحید زنداور. اشکانی استاد. اومدیم بالای کوه یه ذره با هم بچرخیم. این هم شهر زیبای تفلیس و از همراه قلیوناش و مایی که داریم نفس نفس میزنیم. امشب برنامه داریم توی کلاب کش. الان میخوایم بریم آماده شیم، گفتیم یه ذره بیام کار فرهنگی بکنیم، طبیعت به شرخی هستیم. امشب قرار تفلیس رو بهتر کنیم. نه این جمله های تکراری رو هیچ وقت به کار نبر. بکس تفلیس برا بکس تفلیس قراره که بریم بلا. یه ذره اطلاعات تاریخی در اختیار ما نمیذاری وای جان. این مجسمه مادر تفلیس که از بناهای حالا تاریخی و معروف تفلیس که حالا هر کسی میاد اینجا سعی میکنه یعنی جز اولین روزای دید و بازدیدش باشه. اینجا تلکابین هستش که از اون پایین ببین گوشی تو که اینجوری گرفتی دستت، دستت هم که ای توی جیبت منتظر یه جمله سوسماسی هستن بگی، مثلا میخوای یه چه لاتی بگی ببین و به تنها چیزی که نمیخوری همون تور لیدریه، شما همون دیجی رو انجام بده تو موفقی. دکتر رادیسونه که پایینش اسمشو نبره، نگو اسمشو. کلاب ما اون یکی چیه؟ اونم هتل چیزه که بیتماره که پایینش هم اسمشو نبره. آره بازم کلاب اون میدون آزادیه، اونم که پایین ترشه خورده اسمشو نبره. آره کلن بیزینس مردم این شهر همش از اونم پل اسمشو نبره شیشهیه، پل صلح هم بهش میگن، بالون کش کلاب هم که اون پایینه که امشب اجرا داریم. هیچی اینجا عوض نشده، یه خورده فقط این مجسمه رنگش رفته. بعد قبلا واقعا چند تا دختر خوشگل هم میدیدیم، الان واقعا دیگه هیچی نیست اینجا. امشب ما قراره برنامه داشته باشیم توی کلاب کش. بله اینجا همه کلاب پولیه، بانک کش. من پیشنهادی هم دادم که کلاب عربی رو بندازیم واسه قرض الحسنه، ببینیم اگه دستمون برسه امشب چند تا فیلم از برنامه امشب بگیریم. آها بله 100 درصد. خودم که نمیدونم، من یه گوپرو بذارم بغل هر چیزی میگیریم دیگه. قرار بود ما رو بره دریاچه لاک‌پشتا لاک‌پشت نشون بده، ولی خب دیگه ما به خرگوش قانع بودیم، همون خرگوش رو نشون داد. اوکی آره گرجستان کلا کشورهایی که تازه استقلال یافتن یه هنوز یه باحالی خاص خودشون دارن، مثلا ارمنستان، گرجستان. من خیلی دوستم تاجیکستان برم، تا الان نرفتم. این که فارسی حرف میزنن خیلی باحال، چند باری توی پرواز همسفرام تاجیک بودن باهاشون صحبت کردم، دیدم مثلا آهنگای ایرانی گوش میکنن، خواننده‌های ایرانی رو خیلی خوب میشناسن. مثلا دیدم آرون افشار، بهنام بانی، اینا بابک جمعبخش میکنن اونجا کنسرت داشتن و خیلی مردم استقبال میکردن. این میکسری که اینجا هست میکسر A9 پایونیر هستش که میکسر 4 کاناله. یه میکسر دیگه هم من دارم، خب این یه خورده حمل و نقلش راحت تره و واقعا 4 تا کانال بیشتر احتیاج ندارم. این میکسری که یه میکسر دیگه دارم اینجا که روبرو نشون بده بچه‌ها. آره این میکسر V10 هست که 6 کاناله و اولین بار پایونیر اومده روی میکسرش کامپرسور گذاشته. این حالت اینجوری نشون بدم. آره این میکسر V10 پایونیر هست که خیلی خفنه، خیلی هم سنگینه و واقعا چیز عجیبیه، واقعا چیز عجیبیه. حالا اگه خواستید میتونید تو اینترنت در موردش سرچ بکنید. اصلا فکر نکنید که راحت همون خود حمل و نقلش کمر رو آدم میشونه، قیمتش که همینجور به کنار. بچه‌هایی که دنبال کنترلر خوب هستن، بچه‌ها من این دستگاه بهتون پیشنهاد میکنم FLX10
واقعا به نظر من هر آن چیزی که شما احتیاج دارید برای دیجینگ، چه حرفه‌ای، چه آماتور، چه هرچی که هست، این دستگاه افلیکس 10 داره. و اصلا کلن سری های افلیکس پایونیر خیلی خوبه. افلیکس 4 با اینکه دستگاه کوچیکیه ولی دستگاه کاملیه. این افلیکس 10 هستش. افلیکس 6 هست که حالا اون دیگه حالت پد RGB هم نداره، اندازش هم بزرگه، و 10 دیگه کاملشه. به نظر من اگر میخواهید دیوایس پایینی تهیه بکنید حتما افلیکس 10 رو داشته باشید. این ویدیوهایی که ما صحبت میکنیم اصلا بینیم میگن تاک شو، صحبت میکنیم با شما و بداهه هست، واقعا هیچ چیزی قبل در موردش فکر نکردیم، با همکاری شما جالبتر و جذابتر میشه. اگه شما اینجا کامنت بذارید، مثلا شما با ما صحبت بکنید، ما میایم با شما جوابتون رو میدیم، کامنتاتون رو، و سعی میکنیم که در ویدیوهای بعدی اون مسیری که شما دوست دارید رو طی بکنیم. این ویدیو رو من باز با مهرداد بودم، سعی میکنم واسه ویدیو بعدی یکی از بچه‌هایی که خیلی خوش مشرب باشه باش بگیم بخندیم. ما دوست نداریم اینجا بیایم واسه هم قیافه بگیریم و نمیدونم بگیم من اینو دارم، من اونم اونیم، یا مثلا واسه خودمون چیزایی که حالا بعضی دنبالش هم داشته باشیم. همه ما آدمای عادی هستیم و می‌خوایم اینجا کنار هم خوش بگذرونیم و بگیم بخندیم. سعی می‌کنیم توی قسمت بعدی چند تا دیگه بچه‌ها رو بگیم بیان، میکروفون تا دلتون بخواد داریم. اینجا یه ذره با هم میگیم میخندیم خاطره و فلان اینا، فقط شما اینجا کامنت بذارید که ببینیم به چیا علاقه دارید. تصمیم داریم که ویدیوی بعدی که بخوایم بریم بگیریم تایلند دیگه، اگر کامنت نذارید، اگر ببینم کن ویدیوی تایلند ویدیوی VIPه. اگر شما چیز اینجا مثلا کامنت گذاشتید، فعال بودید، گفتید، خندیدید و اینا، برنامه تایلند رو اصلا کلا می‌خوایم اصلا لایو استریم بریم اونو. آره چرا دیگه. ویدیو بگیریم ها، جرأت کی مردش هستی لایو استریم بزنیم با هم دیگه اونو بیریم خوش میگذاریم و تایلند رو ببینیم. یکم در مورد موزیک حرف زدیم، یکم خاطره گفتیم، یکم تکنیکوی حرف زدیم، یکم در دل کردیم. شاید که خوش گذشته باشه بهتون. سوالای بچه هم جواب میدید، هر سوالی دارید بچه ها کامنت بذارید دروی چشمم فنی، تمام کامنت ها رو جواب میدم. اگر کامنتتون سوالش سخت باشه، یعنی طولانی باشه جوابش، توی ویدیو بعدی حتما به صورت ویدیو بهتون توضیح میدیم. سعی میکنم این ویدیوهای اینجوری خود بیشترش بکنیم و تون یه هفته ده روزی یک بار این ویدیو رو داشته باشیم. دمتون گرم. زمانی که شما کامنت بذارید، زمانی که شما اینجا فعال باشید با ما، بده بستونه، شما عشق میدید، انرژی میدید، ما هم سعی میکنیم اینجا رو توی بال بر شما بذاریم. من دیجی ممسی هستم با مهرداد عزیز، دیجی MRMX. این وسط چیزی آخر نذارن آره. پیج مهردادم که دارید، فلشش هم آماده شده برای اینکه سفارش بدید، بهش دایرکت بدید و کاراشو انجام بدید. دمتون گرم. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.